چطور یه منبع تغذیه میفهمه ولتاژ خروجیش دقیقاً همونیه که باید باشه؟ چطور میفهمه که الان زیر باره و باید بیشتر کار کنه یا بیباره و باید استراحت کنه؟ اگر این سیستم هوشمند وجود نداشت، فقط دو حالت پیش می اومد. یا ولتاژ خروجی اونقدر میرفت بالا که هر چی بهش وصل بود رو تبدیل به یه تیکه زغال میکرد، یا اونقدر افت میکرد که دستگاه شما حتی روشن هم نمیشد. امروز میخوایم در مورد چشم پاور صحبت کنیم. سیستمی که یه لحظه هم پلک نمیزنه. دائم خروجی رو نگاه میکنه و مثل یک پیک سریع السیر خبرها رو به مغز پاور میرسونه. اسم این سیستم مدار فیدبکه. قول میدم تا آخر این ویدیو نه تنها کارش رو کامل بفهمید، بلکه یاد بگیرید چطور مثل یه حرفه‌ای ایبیابیش کنید. یه نکته طلایی هم در مورد تستش با اسیلوسکوپ داریم که جایی نشنیدید. پس با من همراه باشید. بسیار خوب، بیاییم بریم سر اصل مطلب. مدار فیدبک معمولا خونش اینجاست، در سمت ثانویه، یعنی دنیای امن ولتاژ پایین. بعد از اینکه ولتاژ از ترانس اومد بیرون یکسو و صاف شد، یه نمونه خیلی کوچیک از همین ولتاژ خروجی تمیز شده برداشته میشه. این نمونه وارد یه شبکه از مقاومت ها میشه که بهش میگن تقسیم کننده ولتاژ. کارش اینه که ولتاژ رو به یه نسبت مشخص کوچیک کنه تا برای قطعه بعدی قابل فهم باشه. این ولتاژ نمونه برداری شده میرسه به مغز متفکر این بخش، یعنی یک رفرنس ولتاژ دقیق. معروف در این قطعه برای این کار IC سپایهی به اسم TL431 هست. این قطعه مثل یک نگهبان دقیق عمل میکنه. داخل خودش یک ولتاژ مرجع فوق‌العاده پایین حدود 2.5 ولت داره. کارش اینه که ولتاژ نمونه‌ای که از خروجی اومده رو با اون 2.5 ولت داخلی خودش مقایسه کنه. و اینجاست که جادو اتفاق میفته. اگه ولتاژ خروجی حتی یه ذره مثل چند میلی ولت بالا یا پایین بره، TL431 بلا فاصله متوجه میشه و رفتارش تغییر میکنه. این تغییر رفتار جریان عبوری از یه قطعه حیاتی دیگر رو کنترل میکنه. اپتوکوپلر پیام رسان نوری ماست. داخل این قطعه یه LED و یه فوتوترانزیستور هست که هیچ اتصال الکتریکی با هم ندارن، کاملا ایزوله. وقتی TL431 تشخیص بده ولتاژ خروجی زیاد شده، به LED داخل اپتوکوپلر دستور میده که نورانی تر بشه. اگه ولتاژ کم شده باشه، نورش رو کم میکنه. خب این تغییر شدت نور به چه دردی میخوره؟ در سمت دیگه اپتوکوپلر، یعنی در بخش اولیه و خطرناک مدار، فوتوترانزیستور این تغییر نور رو حس میکنه و متناسب با اون جریان بیشتری یا کمتری از خودش عبور میده. این سیگنال آنالوگ مستقیم میره به پایه فیدبک IC کنترلر. IC PWM با گرفتن این خبر فوراً عرض پالس هایی که به MOSFET سویچ کننده میفرسته رو تغییر میده. ولتاژ زیاد شده، عرض پالس ها رو کم میکنه تا انرژی کمتری منتقل بشه. ولتاژ کم شده، عرض پالس ها رو زیاد میکنه تا جبران بشه. این چرخه ده ها هزار بار در ثانیه تکرار میشه تا ولتاژ خروجی روی عدد طلایی خودش میخکوب بشه. فکرش رو بکنید، یه تغییر کوچیک در حد میلی ولت در خروجی باعث یه واکنش زنجیره‌ای نوری و الکتریکی در کل مدار میشه تا همه چیز پایدار بمونه. این همون چیزیه که فرق یه پاور آشغال با یه پاور حرفه‌ای رو مشخص میکنه. اگه هنوز با کارکرد IC PWM و MOSFET ها آشنا نیستی، شدیداً توصیه میکنم بعد از این ویدیو قسمت‌های دیگه پلیلیست منابع تغذیه رو ببینی. لینکش این بالا و توی توضیحات هست. دیدن اون ویدیو درک این قسمت رو برات دو برابر میکنه. حالا بیایم سراغ یه نکته فنی‌تر. چرا این همه خازن و مقاومت ریز اینجا هست؟ اینجا فقط برای فیلتر نویز نیستن. به این بخش میگن شبکه جبرانساز. مدار فیدبک نباید زیادی سریع یا زیادی کند واکنش نشون بده. اگه خیلی سریع باشه، ممکنه دچار نوسان و اوورشاتینگ بشه. یعنی ولتاژ هی بالا و پایین بره. اگه خیلی کند باشه، نمیتونه تغییرات بار ناگهانی رو مدیریت کنه. این خازن‌ها و مقاومت‌ها پاسخ فرکانسی این حلقه رو تنظیم می‌کنن تا مثل یک راننده حرفه‌ای نرم و دقیق به تغییرات واکنش نشون بده. نه مثل یک راننده ناشی که هی گاز و ترمز ناگهانی می‌گیره. خب بریم سراغ بخش جذاب ماجرا، خرابی ها.
اگه این چشم بینا کور بشه چی میشه؟ علائمش معمولا ایناست. یک، ولتاژ خروجی اشتباه شده یا خیلی بالاست، مثلا 12 ولت شده 16 ولت که فوق العاده خطرناکه، یا خیلی پایینه مثلا شده 8 ولت و دستگاه کار نمیکنه. دومی، نوسان شدیده. ولتاژ خروجی ثبات نداره و دائم بالا و پایین میشه که این رو با اسیلوسکوپ میتونید ببینید. سومی، روشن نشدن پاور. گاهی اوقات مدار محافظه پاور این ولتاژ اشتباه رو تشخیص میده و اصلا اجازه روشن شدن نمیده یا پاور هی ریسیت میکنه. شایع ترین مقصرها کیان؟ اول از همه خود اپتوکوپلر. LED داخلش به مرور زمان ضعیف میشه یا میسوزه. دوم، خود TL431 که ممکنه خراب بشه. سوم، تغییر مقدار مقاومت‌ها در شبکه تقسیم ولتاژ، مخصوصا مقاومت‌های SMD که به حرارت حساسن. و چهارم، قلمردگی یا لحیم سر در پایه‌های این قطعات. تا حالا به پاوری برخوردید که ولتاژ خروجیش عجیب و غریب باشه؟ مشکل از کجا بود؟ تجربتون رو تو کامنت ها بنویسی، شاید مشکل یکی دیگه از دوستان هم حل بشه. و اما نکات تست پیشرفته. چطور این قطعات رو تست کنیم؟ برای تست سرد اپتوکوپلر اگه میخواید روی مدار تست کنید، حتما برد خاموش باشه. مولتیمتر رو حالت تست دیود بذارید. پراب ها رو به پایه های LED اپتوکوپلر بزنید. در یک جهت باید عددی 1 تا 1.2 ولت نشون بده که ولتاژ روشن شدن LED مادون قرمزه. در جهت برعکس نباید راه بده. این یعنی LED سالمه. LED هم کدوم سمته؟ LED سمتی که نقطه داره. اما تست اصلی تست گرمه. این نکته طلایی ماست. پراب های اسیلوسکوپ رو به پایه های کلکتور فتوترانزیستور اپتوکوپلر در سمت اولیه وصل کنید. وقتی پاور روشنه و بهش بار وصل میکنید و قطع میکنید، باید ببینید که ولتاژ این پایه تغییر میکنه. اگه ولتاژ این پایه با تغییر بار هیچ نوسانی نداره و ثابته، یعنی یا اپتوکوپلر پیام رو نمیرسونه یا اصلا پیامی از سمت TL431 دریافت نمیکنه. یادتون باشه این تست در سمت اولیه با ولتاژ خطرناک انجام میشه، پس نهایت احتیاط رو بکنید. برای تست خود TL431 هم روش های مداری هست، اما ساده ترین راه اینه که اگه بهش شک دارید با یه قطعه نو سالم تعویزش کنید. قیمتی نداره اما میتونه ساعت ها در وقت شما صرف جویی کنه. جالبه بدونید این سیستم فیدبک ایزوله فقط مخصوص پاور کامپیوتر نیست. هر جا که نیاز به کنترل دقیق ولتاژ یا جریان در عین حفظ ایمنی و ایزولاسیون داریم، این زوج طلایی یعنی TL431 و اپتوکوپلر حضور دارن. از شارژر موبایل تون گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات پزشکی و صنعتی. پس دیدیم که مدار فیدبک چطور مثل یک سیستم عصبی دقیق سلامت خروجی رو تضمین میکنه. چشم پیام رو به عصب بینایی TL431 میده. عصب پیام رو تبدیل به سیگنال نوری میکنه و مغز با دریافت این سیگنال عضلات رو کنترل میکنه. بدون این چشم پاور کور، بی‌ثبات و خطرناک میشه. اگه قسمت‌های قبلی این مجموعه رو ندیدید، الان بهترین فرصته که به پلیلیست مدار پاور سویچینگ یه سر بزنید و ببینید چطور تمام این قطعات در کنار هم یه ارکستر هماهنگ رو تشکیل میدن. و حتما قسمت های قبل و بعد رو ببینید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینه. لایک شما بزرگترین انرژی برای ادامه این مسیر. این ویدیو رو هم برای اون دوستتون که عاشق بازی کردن و تعمیر کردن دستگاه های الکترونیکی بفرستید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.